اما حروف اضافه پرکاربرد در زبان ترکی استانبولی چه حروفی هستن و به چه صورت استفاده میشن؟ چطور بگیم در، به، از، برای اینها حروف اضافه هستن؟ خب حرف اضافه در رو در ترکی به صورت دا یا د میگیم، همونطور که مشاهده میفرمایید دا یا د، که کجا استفاده از دا باید بشه؟ جایی که حرف آخر صدادار باز بر اساس همون قانون حروف متناسب یکی از حروف آ، او، او یا الف بی صدا باشه و اگر غیر از این باشه باید د استفاده کنیم. خب که گفتیم خود زبان هم واقعا تشخیص میده این مسئله رو به صورت اتوماتیک فار. مثلا اکول، ببینید اکول حرف آخر او هست، اکول چون با آ متناسبه باید بگیم اکول دا. اما او، ببینید خود حرف صدادارش ا هست پس طبیعتا باید از د استفاده کنیم، او د. پس اکول دا یعنی در مدرسه و او د یعنی در خانه. خب اینجا شاید یه مقداری براتون عجیب باشه، یک نکته در زبان ترکی استانبولی برعکس اکثر زبانها حروف اضافه بعد از اسم قرار میگیرن. یعنی ما مثل اینه که بگیم اکولدا یعنی مدرسه در یا افده یعنی خانه در، این در از برای هر چیزی که باشه رو بعد از خود اسم در واقع استفاده میکنن، برعکس اکثر زبانها. مثلا در فارسی میگیم در خانه، در رو قبل از خونه میاریم، اما توی ترکی در رو بعد از خانه میارن، به این صورت هست. خب اما چطور بگیم به؟ به دوستان باز به صورت آ یا ا گفته میشه. خب باز همین مثال رو دقت کنید، مثلا اکولا، همونطور که مشاهده میفرمایید اکولا یعنی به مدرسه، اکولا به مدرسه، ولی اوه یعنی به خانه. اوه چون حرف دوباره ا متناسبش خود ا هست دیگه، باید بگیم اوه دیگه، نمیتونیم بگیم اوا چون واقعا زبون با خود ا راحت تره. اوه یعنی به خانه، پس اکولا به مدرسه، اوه به خانه. شما مثالای دیگه هم تو ذهن خودتون میتونید بیارید، مثلا اگه بخوام بگیم به اهواز باید بگیم اهوازا، یا در اهواز اهوازدا، یا مثلا اگر بخوام بگیم در ازمیر باز ازمیر ده، به ازمیر ازمیره، ازمیره یعنی به ازمیر. خب اگر به آ یا ا یعنی همون که مفهوم به داره در زبان ترکی، اگه کادار اضافه کنیم به معنی تا هست، کادار همون در واقع قدر هست، که اگر یه کادار اضافه کنیم به آ یا ا تبدیل میشه به تا. یعنی من اگه بگم اکولا کادار یعنی تا مدرسه، اکولا یعنی به مدرسه، اکولا کادار یعنی تا مدرسه. و اگه بگم اوه کادار یعنی تا خانه، اوه کادار تا خانه. پس تکرار میکنیم اکولا کادار تا مدرسه، اوه کادار تا خانه. خب حرف اضافه بعدی حرف دان یا دن هست، دان و دن باز بر اساس همون قانون تناسب استفاده میشه. مثلا اگه بخوام بگیم از مدرسه باید بگیم اکول دان، به همین صورت اگه بخوام بگیم از استانبول باید بگیم استانبول دان، از اهواز اهواز دان، از تهران تهران دان. اما اگه بخوام بگیم از خانه باید بگیم اف دن، اف دن. یا مثلا اگه بخوام بگیم